بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بینندگان عزیز و ارجمند، سلام. با برنامه معرفت جاوید در خدمتون هستیم از شبکه جهانی امام حسین علیه السلام. خیلی تشکر میکنم که برای گذران این لحظه و این زمان از زندگیتون برنامه ما رو انتخاب کردید. امیدواریم که تا انتهای برنامه پای گیرنده های خودتون بنشینید و انشالله برنامه ما مورد توجهتون و البته استفادتون قرار بگیره. جا داره که عزاداری های شما رو که به درگاه حضرت احدیت انجام شده از خداوند متعال بخواهیم که به مناسبت ایام سوگواری و شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام مورد قبول قرار بگیره انشاءالله و همه ما جزو عزاداران واقعی آن امام بزرگوار باشیم. حضرت امام صادق علیه السلام می‌فرمایند که جایگاه قبر امام حسین علیه السلام دری از درهای بهشت است. از خدا بخوایم که به زودی زود قسمت ما و شما کنه زیارت با معرفت حضرت ابو عبدالله الحسین در کربلای معلا رو انشاءالله. آیمان اسماعیلی سلام. علیکم السلام و رحمت. خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. السلام علیک یا ابو عبدالله، صلی الله علیک یا ابو عبدالله، رحمک الله یا ابو عبدالله، لعن الله من قتلک و لعن الله من شرک فی دمک و لعن الله من بلغه ذلک فرضی به. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین علیهم السلام. خدمت بینندگان محترم از تالی سلام عرض میکنم و در خدمتون هستم. سلامت بشین. آقای مهندس باقری، روالی که ما در برنامه معرفت جاوید پی گرفتیم این بود که یک سری سوالهای بینندگان از ارجمند ما پرسیده بودن، قرار شد که این سوالها رو ما مطرح کنیم، شما پاسخ گوشید. سوال اول در مورد آیه 100 سوره مبارکه توبه بود. دو جلسه در مورد صحبت کردیم، می‌خواستیم این جلسه هم در مورد اون صحبت کنیم، اما به هر حال کسانی که برنامه‌ریزی‌های شبکه امام حسین علیه السلام رو در اختیار دارن به هر حال صلاح دیدن که همین دو جلسه برای این آیه بسه و اگر زیاد بحث تخصصی بشه ممکنه که برای بینندگان عزیز ارجمند ما یک مقدار خسته کننده و کسالت آور بشه. اما ما چون خدمت بیننده ها قول داده بودیم که توی این جلسه هم یک مقدار صحبت می‌کنیم و ادامه می‌دیم، حالا ادامه دادنش رو به وقت و زمان دیگه موکول میکنیم برای که بتونیم به سوالات دیگه‌مون برسیم و بپردازیم. خواهش میکنم یک خلاصه یکی دو دقیقه ای از بحثی که توی این جلسه انجام شد و یک نتیجه گیری کلی انشاءالله ما داشته باشیم تا اینکه سوال بعدی رو من مطرح کنم. در خدمتتون. نتیجه بحث ما در آیه 100 سوره توبه و السابقون الاولون من المهاجرین و الانصار والذین اتبعوهم به احسان رضی الله عنهم و رضوا عنه و اعد لهم جنات تجری تحت الانهار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم. ما در این آیه که مخالفین ما استدلال کردند که مهاجرین و انصار اصطلاحی که آقایون به کار میبرند طبق این آیه مورد رضایت حق متعال هستند و بنابراین شما حق تعرض نسبت به اونها ندارید، بله، استدلال کردیم که اولا در این آیه از همه مهاجرین و انصار صحبت نمی کنه بلکه از عده خاصی صحبت می کنه و اونها کسانی هستند که سبقت و اولویت در ایمان نسبت به پیامبر اکرم داشتن. مصادیق در این آیه روشن نشده، مصادیقش رو ما در کلمات پیامبر و احادیث معتبر و صحیح باید جستجو بکنیم و در تاریخ متواتر، بله.
و در مورد بعدی هم ذکر شد که اولا مهاجرین و انصار به صرف هجرت جابجایی مکانیشون مورد مدح نیستن، انصار به صرف یاری ظاهری مورد مدح قرار نمی گیرن، بلکه تمام هجرت ها در قرآن فی سبیل الله ذکر شده و تمام نصرت ها باید به دور از نفاق باشه. لذا از نظر ظاهری نمیشه در مورد افراد قضاوت کرد، مگر اینکه در یه شرایط خاصی متوجه بشید که اینها ایمان دارن و تبعیت 100% از پیامبر داشتن و تخلف نورزیدن. نکته بعدی این بود که ولو اینکه یک کسی یک مهاجرتی انجام بده و یک در یک جنگی نصرت پیدا کنه، منطقی نیست که خدای متعال تضمین بکنه که بگه که مثلا این دیگه بهشتیست و یا ما تضمین بکنیم، خدا تضمین که نکرده، ما تضمین کنیم بگیم که بله منظور خدا این بوده که این دیگه بهشتیست و خلاصه گویا که اگر هر عملی هم بعدش انجام بده در این که او وارد بهشت بشه هیچ دخلی و تأثیری نداره، پس این هم غلطه. لذا اگر سبقت و اولیت در یاری پیامبر خدا و در هجرت به سوی خدا مطرح است، این باید تا آخر عمر به این گونه باشه، یعنی همواره یاری کننده عرض کنم که رسول خدا باشه و همواره آماده باشه که در راه خدا هجرت بکنه و به جنگ بره و مسائلی از این قبیل. لذا این سبقت و اولیت همواره خواهد بود. هر جایی که این نقض بشه، ایمان نقض بشه، اون بهش دیگه قاعدتاً وعده به او داده نخواهد شد و رضایت خدا در کار نخواهد بود. و نکته آخر هم این که خدای متعال از منافقینی در مدینه و حتی در بعضی از سوره های دیگه، حتی در مکه، از منافقینی یاد میکنه که اینها چهره مؤمن و چهره ایمان به پیغمبر رو دارن، ایمان به خدا و رسول رو دارن، ولی در قلوبشون نفاق هست که خدا میفرماید و من حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. و به اسرائیل آخر آیه اینها نشون میده که نفاق وجود داره، در حالی که ظاهرا جزء مثلا انصار هستن، یا در جای دیگه که در سوره شعرا از نفاق اهل مکه صحبت میشه، ظاهرا اینه که ایمان به پیغمبر آوردن، ظاهرش اینه که هجرت کردن، ولی در باطن نفاق دارن. بنابراین با این معنا ما میگیم که عده خاصی هستن این افراد که آیه سر توبه اونا اشاره میکنه، در این حال در بین اون افراد هم فقط کسانی که سبقت و اولیت رو در ایمان و اطاعت نسبت به پیغمبر داشتن مورد نظر هست، که اونها هم از دیدگاه ما امیر المؤمنین و در واقع تابعین ایشون. اگر هدف این باشه که پس نتیجه کلی، اگر هدف این باشه که با توجه به این آیه بخوایم خلاصه مهر تایید بزنیم بر روی افرادی که حالا مورد تایید اهل تسنن هستن، صرفا بعد مهاجرین و انصار کلی در نظر بگیریم، اما تخصیصی که از سابقون الاول و من المهاجرین و الانصار خونده، یعنی که حداقلش اینه که از مهاجرین و انصار یه تعدادی تو جزء این آیه نیستن، یعنی شامل این آیه نمیشن. این هم شاید، یعنی در واقع با توجه به نفاق و پدیده نفاق که در جامعه وجود داشته، اون بحث کلی اهل تسنن هم که همه اصحاب رو عدول میدونن، همه اصحاب رو میگن به هر کدوم اقتدا کنید هدایت شدید، این بحث هم عقلا هم نقلا منتفیه. پس اگر قرار باشه کلی مطرح کنیم که نمیشه، اگرم قرار باشه یه عده‌ای از مهاجران انصار خارج بشن که دیگه بررسی داره که چه کسانی شرایطی داشتن که جزء این آیه محسوب میشن. بله، خیلی تشکر میکنم. این پرونده این آیه رو ببندی بریم سراغ یک سوال دیگه، سوالی که یک سوال خیلی ساده است، بله، اما شاید ذهن خیلی‌ها رو درگیر کرده مدت هاست. اولا بینندگان عزیز و ارجمند، یک مطلبی رو بنده خدمتتون عرض کنم و اونم اینه که این سوالات و این شبهه ها هیچ کدوم سوالات و شبهه های جدیدی نیست، یعنی همه اینها در طول تاریخ این 1300-400 سالی که عمر با برکت دین اسلام و مذهب حقه اثنا عشریه میگذره،
این گونه است که اینا این شبهات مطرح بوده و علمای ما، فضلای ما، مراجع ما، مردم ما بارها این شبهات رو شنیدن و پاسخ هم گفتن، توی کتاب ها هم هست. اما خب این یه قوت قلبه برای ما بدونیم که شبهاتمون همه پاسخ داده شده. این نکته اول. نکته دوم این که خب کار دشمن اینه که شبهه بندازه. حالا همش هم نمیشه گفت های مهندس دشمنیه، چه بسا یک سری سوال داشته باشن توی ذهنشون، یه سری سوالاتی دارن و باید مطرح بشه و همین جاهاست که ما میخوایم پاسخ بدیم، انشاءالله توی این راه موفق باشیم. برای همین اگر تکرار مکررات شد و شنیدید، لطف کنید که بزرگواری خودتون ببخشید، اما هر مطلب و هر برنامه ما چه بسا حتی اگر تکراری هم باشه، موضوعش یه سری مباحثی داره که جدید، اون مباحث انشاءالله مورد استفادتون قرار بگیره. سوال خیلی سوال ساده ایه، اما فکر میکنم که خیلی عرض کنم که مردم در موردش فکر میکنن و خیلی مردم باش برخورد داشتن. بله. سوال اینه که شیعه بحث امامت رو خیلی اومده بالا برده، بحث امامت و جانشینی و وصایت امیرالمومنین بعد از پیغمبر اکرم صلوات الله علیهما. خب این خیلی مهمه، بحث ولایتی که ما میایم مطرح میکنیم یکی از ارکان دین در نظر میگیریم و روایت خیلی شدید و لحنی هم داریم که هر کی ولایت امیرالمومنین علیه السلام نجاش بشه چنون چنان که مفصلا در ایام قدیر بهش پرداختیم. ببینید آقای مهندس، سوال اینجاست، این امامت با این ویژگی ها، این ولایت و جانشینی با این ویژگی ها، حالا در مورد امیرالمومنین علی علیه السلام و فرزندانشون علیه السلام، بله، اینقدر مهمه برای شیعه؟ حالا ما که نمیگیم برای شیعه، ما میگیم مثلا برای جامعه اسلامی. بله. ما میگیم شیعه چیزی از جامعه اسلامی جدا نیست، اصلا اسلام یعنی شیعه، ما اعتقادمون اینه. اینقدر برای اسلام مهمه، چرا یک آیه صریح در مورد این توی قرآن نیست که آقا بعد از پیغمبر اکرم علی امامان شما 12 تا هم به این صراحت میخوام بگم ها. حتی این بحث میخوام بگم که چجوری فراگیر میشه، یه برخوردی داشتم توی یه وبلاگی داشتم، یه چرخی میزدم، یه دوری میزدم، یه سوالی دیدم مطرح شده، همین سوال بود. دقیقا فردا دیدم یه ایمیلی اومده همین سوال توش مطرح بود و وقتی یه مقدار پرسجو کردم دیدم مثلا یه هفته قبلش، دو هفته قبلش یکی از شبکه‌های ماهواره این سوالو مطرح کرده بود. یعنی این سوال اینه که مردم باش برخورد کردن و یک سوالی که شاید الان بین بیننده‌های ما هم خیلی ها این سوالو شنیده باشن و خلاصه با ذهنشون داره بازی میکنه تا انشالله جوابش رو بشنوه. برای همین که ما توی این جلسه تصمیم گرفتیم که این سوالو خدمتتون مطرح کنیم، در خدمت باشیم. اون نکته‌ای که فرمودید که آیا این این سوالات و خصوصا این سوال بسیار نام امیرالمؤمنین چرا در قرآن نیامده است، اینا سوابق دیرینه داره، من میخوام برای شما روایتی بخونم که شما خواهید دید که این در زمان حضور خود عمم این سوال وجود داشته. در کافی عرشبت خدمتون که جلد 1 صفحه 286 علی ابن ابراهیم از طریق سلسله روات، بله، نقل میشه از ان ابی بصیر قال سألت ابو عبدالله علیه السلام، ابو بصیر میگه از امام صادق علیه السلام سوال کردم، ان قول الله عز و جل اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم، سوال کردم معنای این آیه چیه؟ خدا رو اطاعت کنید، رسول و اولوالامر را اطاعت بکنید. فقال نزلت فی علی ابن ابی طالب و الحسن و الحسین علیهما السلام. حضرت می‌فرماید این آیه در مورد امیر مؤمنان و حسنین علیهما السلام نازل شده است. فقلت له ان الناس یقولون، راوی میگه به حضرت عرض داشتم که مردم میگویند چی؟ فما لهو لم یسم علیان و اهل بیته علیه السلام فی کتاب الله، چرا؟ چی شده که علی علیه السلام و اهل بیت پیغمبر در کتاب خدا از اون نامی برده نشده؟ درست شد؟ بله. قال فقال،
قولو لهم، حضرت میفهمد اینجوری به مردم بگید. راوی میگه وقتی اینو گفتم حضرت فرمود اینجوری جواب مردم رو بدید. ان رسول الله صلی الله علیه و آله سلم نزلت علیه الصلاه ولم یسم الله لهم ثلاثا ولا اربعا حتی کان رسول الله و الذی فسر ذلک لهم. بگویید که رسول بر رسول خدا صلات نازل شده است، یعنی در قرآن به صلات اشاره شده، و حالان که خدا ننامیده است برای ایشان که این نماز 3 رکعتیست یا 4 رکعتیست چجوریه، تا اینکه رسول خدا آن را برای مردم تفسیر کرد یا روشن نمود. و نزلت علیه الزکات و لم یسم لهم من کل 40 درهمن درهمون حتی کان رسول الله و الذی فسر لهم و نزل الحج فلم یقل لهم توفو اسبوعا حتی کان رسول الله و الذی فسر لهم. صلات و زکات و حج رو حضرت میگه میفرمان ذکر کنید برای مردم و بگید که اینها را خدا در قرآن ازش یاد کرده ولی پیامبر آنها را بیان کرده. و به همین شکل هم خدای متعال اولوالامر را در قرآن نازل کرده، اطیع الله و اطیع الرسول و اولوالامر منکم، پیامبر آن را تفسیر فرموده است و روشن کرده است که این عرض کنم که علی علیه السلام، حسن و حسین و حالا به تبع سایر ائمه هستند. فقال رسول الله فی علی من کنت مولا فعلی مولا، قال اوصیکم به کتاب الله و اهل بیتی و مواردی که از این. پس ببینید اولا این اشکال خواستم ده، چون روایت کافی مال قرن عرض کنم که 3 و 4 هستش دیگه، یعنی تازه این کافی نقل کرده اینو، قطعا این در کتب پیشین بوده و تا میرسه به زمان ائمه علیهم السلام. پس این سوال یک پیشینه تاریخی کاملا به اصطلاح گذشته سلقه طولانی داره که این سوال مطرح شده و امام علیه السلام با یک بیان نقضی در اینجا مطلب رو فرمودن. ولی به هر صورت اگر بگیم در به اصطلاح چگونه آمده است، میگوییم واژه اولوالامر به این دلالت داره و تفسیر اولوالامر در بیان عرض کنم که رسول خدا آمده. بحثی که بیشتر مطرحه در سر صراحته، یعنی حول قضیه صراحت میچرخه. چرا یک مسئله به این مهمی با صراحت نیامده؟ اگر حالا ما نمیخوایم روایت رو مورد نقد قرار بدیم، به هر حال یکی از پاسخهایی که ما میدیم. من نمیدونم حالا برای این بخشم زیاد وقت نداریم، حالا من سوالو مطرح کنم تا ان شاءالله پاسخ شما رو تو بخش بعد بشنویم. ببینید ما حالا جامعه اسلامی فرق مختلف بر سر قضیه این نماز اختلافی ندارن که مثلا نماز صبح 2 رکعته، نماز ظهر 4 رکعته، از 4 رکعته و همینجور. و شاید سر قضیه طواف و حج و اینا هم اختلافی نداشته باشه. آیا من این حرفی که میزنم درسته یا نه؟ واقعا اختلافی نیست. اینا رو پیغمبر اومده بیان کرده و موضوعی نبوده که مورد اختلاف قرار بگیره. اما موضوع خلافت و جانشینی مورد اختلاف قرار گرفته و اگر این صراحت میومد توی قرآن، خب قاعدتا این اختلاف نبود، همین میرفتن با قرآن. این حرفایی که میزنن البته همه حدسه ها، یعنی من میخوام بشنوم از زبان مبارک شما که واقعا اگر اینجوری میومد اختلافی نبود، یعنی هم هر چیزی که توی قرآن اومده ما سرش اختلافی نداریم. اینو بحثایی که حالا ما میخوایم توی بخش بعد بهش بپردازیم. اما میخوام خدمتتون عرض کنم که قضیه سر همین بحث صراحته، اینکه به صراحت چرا نیومده. یه چیزی که به صراحت مطلب توی قرآن بیاد، خب اهمیتش هم روشن میشه. حالا بله هر جو صلاح میتونید. میخواید یه بخشی رو ببینیم برگردیم؟ خواهش میکنم هر جو که اقتضا دارید شما انجام بشه. درسته. بله خیلی تشکر میکنم ازتون بینندگان از ارجمندی که با ما همراه هستید. یک بخش کوتاهی رو ببینیم، بحث جالب و مبتلا به سوال امروز رو انشالله ادامه خواهیم داد. کشتی شکست خورده طوفان کربلا، در خاک و خون فتاده به میدان کربلا. کشتی شکست خورده ی طوفان کربلا،
در خاک و خون فتاده به میدان کربلا. گر چشم روزگار بر او فاش میگریست، خون میگذشت از سر ایوان کربلا. خون میگذشت از سر ایوان کربلا. از آب هم مزایق کردند کوفیان، خوش داشتن حرمت مهمان کربلا. از آب هم مزایق کردند کوفیان، خوش داشتن حرمت مهمان کربلا. خوش داشتن حرمت مهمان کربلا. کشتی شکست خورده طوفان کربلا، در خاک و خون فتاده به میدان کربلا. کشتی شکست خورده طوفان کربلا، در خاک و خون فتاده به میدان کربلا. گر چشم روزگار بر او فاش میگریست، خون میگذشت از سر ایوان کربلا. خون میگذشت از سر ایوان کربلا. رأس تو را به روی نی، هرچه نظاره می کنم سیر نمی شود دلم، نگه دوباره می کنم. ز اشک و آه سینه ام میان آب و آتشم، چو با تو هم از این میان کجا کناره می کنم. گمان کنند دشمنان نیست به کام من زبان، ز دور بس که با سرت به سر اشاره می کنم. به دختران خود بگو که گوشواره ها چه شد، گریه به گوشوار نی به گوش پاره می کنم. هم سر تو بر سر نی، هم سر اکبرت ز پی، گاه نگاه سوی مه گه به ستاره می کنم. رخت به خون که رنگ زد، آینه را که سنگ زد، رخنز آه خیشتن به سنگ خاره می کنم. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین. آیمانس باقری بحث رو پی بگیریم، در خدمتون هستیم. سوال در واقع حول این محوره و شبهه از اینجا آغاز میشه. میگه در واقع مخالفین این گونه بیان میکنن که امامت از نظر شما، خصوصا امامت امیرالمؤمنین که خلافت بلافصل پیامبر رو براش قائل هستید، بسیار اهمیت داره. یکی از پایه‌ها و اساس تشیع هست امامت، و اون رو شما محور قبولی اعمال قرار میدید. چیزی که در این پایه از اهمیت باشه، باید در قرآن که کتاب الهی است از اون یاد بشه، و وقتی یاد شد و صراحتن بیان شد، بسیاری از مشکلات و اختلافات قاعدتاً حل میشه. و عرض کنم که چون نیامده است به این صراحت در قرآن، حالا نتیجه عکس همون مسیر رو عکسش میریم، پس معلوم اهمیت نداره. پس معلومه شما در واقع مطلب رو ساخت پرداخته خودتون. بله، خودتون ساخت. بله، همچین در واقع طرحی آیون دارند و بیان میکنند. ما از چند منظر میتونیم پاسخ بدیم. منظر اول،
آیا چیزی که در قرآن نیامده باشد، یعنی با فعلا با فرض این که بگویید عدم تصریح بر این مطلب، در قرآن نیامده باشد، چیزی که در قرآن نیامده باشد آیا مورد قبول مسلمانان نمیتونه واقع بشه؟ یا اینکه اهمیتش اهمیت کمی خواهد بود یا نه؟ کسی که اون ادعا رو مطرح میکنه میخواد در واقع در ضمن ادعای خودش این مطلب رو هم بقبولونه که تمام مسائل دینی، مسائل اساسی دینی باید در قرآن ذکر صریح شده باشه، و اگر و از اون طرف مسائل اساسی دینی در روایات مثلا نباید ابتدا به ساکن آمده باشد، در واقع اینجوری باید با این اعتقاد مطرح میکنه، ما میگیم خب خود شما این مطلب رو از کجا بیان میکنی؟ یعنی به چه جهت و به چه دلیلی میگی که تمام مسائل اساسی دینی باید در قرآن به صراحت بیاد؟ ما میگیم قرآن که اینو ما نشون نمیده، شما چجوری میخوای اینو بگی؟ چون ما در قرآن مسائل اساسی داریم، مسائل غیر اساسی هم داریم، احکام فرعی داریم، احکام کلی داریم، اعتقادات کلی داریم، بعضی اعتقاد جزئی رو نداریم، بعضی از اعتقاد کلی را نداریم در قرآن. یعنی شما در قرآن چیزی نمی‌بینید که ادعا کرده باشه من واجد تمام مسائل اساسی شما هستم، یا من واجد تمام مسائل اساسی شما نیستم به معنا، و یه جوری مثلا کفایت یا عدم کفایت کتاب رو بخواد اصلا بیان بکنه. ظاهر انبت توی قرآن اینجوری باشه، اینجوری همین نیست. هم ببینیم که این باور از کجا آمده. این باور ممکنه برای کسی باشه که اعتقاد به حسبنا کتاب الله داره، یعنی به یک کتاب خدا برای ما کافیست، بر این باور باشه. و الا اگر کسی به کفایت کتاب که این که قرآن فقط برای ما کافیست، یا قرآن عرض کنم که مهمترین کتاب دینی ماست و بقیه قابل تردید و تشکیکه، اگه بخواد اینجوری قضاوت کنه ممکنه همچی حرفی رو بزنه. ولی این که اعتقاد عمومی مسلمانان نیست واقعا، یعنی عموم مسلمانان چه شیعیان چه اهل تسنن اینها بر این باور نیستن. لذا اگر تعدادی از اهل تسنن این رو میان چماق میکنن بر علیه تشیع، این که باور خودشون هم نیست، جز باورهای خودشون نیست. ببینید در قرآن از مسائل جزئی، شما در بحث وصیت نگاه کنید، در بحث ارث نگاه کنید، خیلی جزئی گفته شده، درسته؟ اما همه ما قبول داریم که صلات از بحث ارث مهمتره، یعنی این مقبول همه مسلمان هست. صلات یه بحثی است که خیلی مهمتر از، یعنی اشاراتی که در قرآن شده، تعداد آیاتی که شده، اهمیتی که پیامبر براش قائل شده و و خیلی از پارامترهای دیگه. اما به اون جزئیاتی که در باب ارث و در باب وصیت و اینها در قرآن آمده، در باب صلات نیامده. دقیق می‌فهمید؟ در بحث اعتقادات هم همینجور. شما میبینید در بحث اعتقاد شما راجع به عرض کنم که بهشت و جهنم و عرض کنم که بحث معاد و اینها میبینید آیات زیادی اومده در قرآن، بله. اما همین بحث اساسی که بحث معاد هست، شما باز میبینید که خیلی از ویژگیش مورد اختلاف واقع میشه. اینکه معاد جسمانی است یا روحانی، اینکه آیا در معاد و در قیامت خدا رؤیت می شود یا نمی شود، بله. اینکه یعنی بخوام سرفصل به اصطلاح مسائل معاد رو بگم، اختلافات در بحث آیا اعمال ما چگونه در روز قیامت ظهور و بروز می کند، دقت میکنیم، به چه شکلی خواهد بود، یا حساب کتاب در قیامت به چه شکل انجام میشه،
دقیق اتفاقاتی که در نفخه های سور میفته چیا خواهد بود. شما میدید که این جزئیات اعتقادی بر باب معاد هم نیامده، که گاهی اوقات اختلافات سر همین بحث معاد منجر به نهله های مختلفی توی بحث معاد در میان مسلمان ها میشه. آقای مهندس باقری، من میخوام برای اینکه بحث یه جور دیگه مطرح بشه، ما برای اینکه بتونیم این سوال رو یه جور دیگه پاسخ بدیم، به نظر من باید از دو راه وارد بشیم. من میخوام خدمتتون سوال مطرح کنم. ببینید، ما مطلب اساسی داریم، این مطلب اول، آیا مطلب اساسی داریم؟ البته شما یک فرمایشاتی رو اشاره کردید، میخوام یه دسته‌بندی انجام بشه، توی این دو تا دسته‌بندی بریم جلو ببینیم به کجا میرسیم، که توی قرآن نیامده باشه و الان مسلمان ها هم دارن بهش عمل میکنن. این نکته اول. و نکته دوم، ببینید شبه از اینجا مطرح میشه که اگر اسم امیرالمومنین علیه السلام در قرآن میومد دیگه اختلافی نبود. این درسته؟ یعنی واقعا چیزی نیست که توی قرآن اومده باشه و ما سرش اختلاف داشته باشیم؟ یعنی اینو 100% میشه گفت که هر چیزی که توی قرآن اومده و بیاد و واقعا دیگه اختلافی نبود؟ و نکته سوم، میخوایم بپرسیم به اینکه اگر نیومده خب چرا نیومده؟ اینا برای شیعه ها بگیم. حالا که نیومده، حالا با اون صراحت، البته به یک سری آیاتی هم خواهش میکنم اشاره کنید که اینجوری نیومده نیومده هم نیست به قول معروف. ببینید، در مسائل گاهی اوقات مسئله اعتقادی اساسی از نظر عنوانی و کلی در قرآن اومده، ولی در این کلیتش که اگه در قرآن هم نمی اومد شاید هیچ تردیدی نبود. دقت می فرمایید؟ مثلا این که مسلمون ها عرض کنم که معتقدند که پیامبر اکرم محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم هست، ایشون پیامبره، به ایشون اعتقاد باید داشته باشند به عنوان نبی، به عنوان عرض کنم که نبی خاتم، به عنوان این که بحث‌های اساسی توحید خدا یکیست. دقت میکنین؟ من میخوام بگم که اینها حتی اگه تو قرآن هم نمیومد روشن باز به همین کلیتش روشن بود. ولی اگه شما از این کلیت یه ذره باز پارو فراتر بذارین، شما ببینید در بحث توحید یه سری از اختلافات اصلا متمرکز در همین بحث توحید. الان در بحث اعتقاد به تجسیم، اعتقاد به رؤیت خدا که یه جور نهایتاً به سایه جسمانیتی حالا با یه بیانهای خیلی لطیفی مطرح میشه، اینها مشکلات اعتقادی در باره توحید واقعا، و اینها باعث شده دستبندی های مختلفی بشه. یعنی عده مثلا کثیری از آیون معتقدن که خدا رو میشه با چشم سر در روز قیامت مؤمنین خدا رو میبینن، و حال اون که یه دسته دیگه از آیات اشاره میکنه که اصلا خدا شبیه مخلوق نیست، خدا از کنم که دیده نمیشه، لا تدرکل ابصار و هو یدرکل ابصار. متوجه عرضم میشین؟ میخوام بگم که گاهی اوقات یه مسائل خیلی اساسی مثل توحید که قل تعالی و الی کلمت سواء بیننا و بینکم هست، یعنی کلمه یکسانی است درای همه ادیان الهی که دعوت به توحید کردن در این اصل، اصل اصیل. اولا اگه این اصل اصیل در قرآن نمی اومد هم باز همه پیامبران، مگه همه پیامبران کتاب داشتن، دعوت به این اصل فطری می کردن، این مقبوله. خود همین مطلب در قرآن گفتگو شده، در خود همین مطلب هم اختلافهای اساسی بین مسلمان ها وجود داره، یه عده قابل تجسیم یه قابل تجسیم نیستن، یه عده به اصطلاحات در بحث معادش هم همینجوریه، در بحث بینات پیامبران و اعجاز پیامبران که چه شکل هست چه جوری هست باز هم اختلافات و این مسئله هست. پس این که ما بگوییم به صرف اینکه یه مطلبی در قرآن بهش تذکر داده بشه دیگه هیچ اختلافی ممکنه پیش نیاد، نمیتونیم بگیم. این نمیتونیم ادعا کنیم. این که بگیم در قرآن
بسیاری از مسائل نیامده حسب ظاهر، در اینم هیچ تردیدی نیست. مثلا بحث وقف که بحث حکمیه، این بحث مورد قبول هم سنی‌ها و هم شیعه ها، درست شد؟ این بحث ظاهرا ما آیه در قرآن در این بابته نداریم، بحث کاملا رواییست، درست شد؟ جزئیات اعتقادی در آیات نیومده، یا ما در واقع کسی در از ظواهر آیات نمیتونه اونها رو استخراج بکنه. جزئیات احکام همینطور. و عرض کنم که اون مسائل هم که در حد کلی شما میفرمایید، اون هم حتی اگه در قرآن هم نمیومد باز به نظر من چه اختلافی نمیومد. اما آقای مهندس باقری، اساسی ها اومده، مثلا اعتقاد به توحید اومده، اعتقاد به معاد من میگم اعتقاد به توحید عدل اومده، اما امامت نیومده. اعتقاد به بحث عدل، همین که میفرمایید بحث عدل، یکی از مباحث مورد اختلافه. یعنی دو گروه معتزله و اشاعره در اهل سنت، یعنی قواعده اختلاف داره. اگر پس اومده و اختلاف داره، ببینید اصل آمدن، اگه بس در اصل امامت، همونطور که امام علیه السلام فرمودن خب اولو الامر اومده در قرآن، ببینید بس در این که اگر اصلش در قرآن آمده باشه، بس اصل امامت هم آمده. خب آخه این باید اثبات بشه. ببینید وقتی که انی جائل و کل الناس امام، وقتی که در مورد، یعنی بس اصل امامت اومده و جعلناهم ائمه یهدون به امر، ما در مورد جانشینی بعد از پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله توی قرآن آیه صریح داری؟ ببینید در بحث جانشینی پیامبر، شما همین که در این آیه اشاره شده اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، و امام علیه السلام داره روی این آیه دست میگذاره، دقیق میفهمید؟ الان نظر ظاهری چجوری معلوم میشه که اولل انبس امامتی؟ از نظر ظاهر ما میگیم خدای متعال یه عده ای رو قرار داده که اطاعتشون در ردیف اطاعت پیغمبره. محتوای امامتشی هم همینه دیگه. ما میگیم خدای متعال عده ای را قرار داده است و به اونا امر به اطاعت کرده. یعنی به جز پیغمبر؟ بله. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، از میان خود شما هم هستن اینها، از جنس خود شما هستن، دقت فرمودین؟ اینا یه عده‌ای هستن که صاحبان امرن، یعنی اونها میتونن امر و نهی کنند. احساس میکنم یک مقدار فضای بس فضای گسترده ای شد، اینجوری جمع‌بندیش توی یه برنامه خیلی سخت میشه. خب حالا ما دو سه دقیقه هم وقت داریم، من میخوام که از یه جا شروع کنیم این بحث رو، اول شبهه مطرح بشه و ببینیم چی رو میخوایم توی این برنامه بررسی کنیم. الان شما بیاناتی که فرمودید یک بیانات گسترده‌ای بود که من فکر میکنم که حالا از هر کدومش یه تیکه‌ای رو برداشتیم، به نتیجه نمیرسیم. حالا من میخوام بگم که اگر مثلا فرض بکنیم که به صراحت میومد مثلا اسم امیرالمؤمنین میومد در قرآن، به نظر شما مشکلات حل میشد؟ من یه مثال برای شما میزنم، بعد یه شاهد قرآنی هم براتون میارم. پیامبر فرمود در روایت اهل تسنن هم هست، منتها بعضی از اونها این روایت رو ضعیف میدونن، ولی به هر صورت در روایتشون اومده که پیامبر فرمود انا مدینة العلم و علیون بابها، من شهر علم هستم و امیر المؤمنین باب آن است. بعضی اینو چجوری ترجمه کردن؟ گفتن که بعضی از اهل تسنن برای اینکه فرار کنن از اسم امیرالمؤمنین گفتن که انا مدینة العلم، پیغمبر فرمود من مدینه علمم و درش علی است، یعنی بلند مرتبه است، و علیون بابها، بابش بلند مرتبه است. یعنی اگر کسی بخواد از الفاظ خلاصه بهره برداری نامطلوب بکنه، حتی شما نامم بیاری نمیتونی تضمین بکنی بگی اصلا اینا با تضمین سازگار نیست، دقت میکنی؟ چرا خدا از آدیگه چیزی بالاتر از آیات قرآن داریم؟ خدا میفرماید آیات و اخر متشابهات و الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من، یه سری آیات اینا شبیه به همه، درست شد؟ اینا شبیه به همه، اون آدمی که تو قلبش زیغه میره از این
گذرگاه سوء استفاده میکنه. حالا ممکنه بگین چرا آیه محکم نیومده؟ من میگم که همون آیات محکم هم باز اینجور نیست که شما بگی اگر کسی بخواد یک تأویل و توجیهی بکنه مثلا بمونه توش، دست و پاش بسته نیست. بله. در قصه باز یه شاهد دیگه از قرآن من برای شما بیارم و ببینید، در قرآن خدا میفرماید که و از قال عیسی ابن مریم، سوره صف آیه 6، از قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم، ای حضرت عیسی اینگونه سخن گفت، گفت ای بنی اسرائیل من رسول خدا به سوی شما هستم، مصدقا لما بین یدی من التورات، هر آنچه از تورات که در دستان شماست، تورات واقعی، من اون رو تصدیق میکنم، اومدم اونها رو تصدیق کنم، تکذیب نمیکنم، و مبشرن به رسول یعتی، بشارت دهنده هستم به رسولی که یعتی من بعدی، بعد از من می آید، اسمه احمد، نامش چیست؟ احمد صلی الله علیه و آله وسلم. فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین، وقتی که بینات را برای ایشان آورد گفتن که این سحری آشکار است. خب من میگم طبق این آیه یه مسلمان، اعم از اهل تسنن و شیعه، این فرد باید بگه که حضرت عیسی ابن مریم در زمان خودش نام پیامبر ما را آورده است و به نام پیغمبر ما را معرفی کرده، غیر از اینه؟ نه. حالا در این فاصله زمانی که پیامبر ما به نبوت رسیده، آیا همه مسیحیان به پیامبر ما ایمان آوردن یا نیاوردن؟ نیاوردن. چرا که در آیه مباهله شما میگی که پیغمبر احتجاج کرده و تازه اونها نیومدن، ایمان نیاوردن و تازه بحث نفرین و این مسائل پیش اومده. با این که اسم پیامبر، با این که حضرت عیسی نام پیغمبر رو آورده در انجیل، در انجیل اینها ایمان ندارن. لذا در اون انجیل برنابا که میگن این عبارت اومده، احمد آمده، آیون وقتی خواستن توجیه کنن احمد رو مانند علی در انا مدینة العلم که بعضی از ارتسنون ترجمه کردن ترجمه، یعنی که یه فرد پسندیده ای میآید، یه فرد ستوده ای میآید، احمد رو به جای اسم علم چی گرفتن؟ وصف گرفتن، یه توصیف گرفتن. درست. لذا نه، این چیز نیست، در حالی که پیامبر ما یکی از نامهاشون احمد بوده. حالا ممکنه از ما سوال کنید که خب اگه در قرآن میامد چی کار میکردن؟ در همون 30 ثانیه میخوام یه نکته رو بگم، توضیحش انشاءالله بمونه. یه بار سوال مطلب فرمایید. سوال اینه که آیا چرا نام امیرالمومنین در قرآن نیومده؟ جواب دادیم، در قرآن هم مسائل اساسی اومده هم مسائل غیر اساسی اومده، هم برخی از مسائل اساسی در قرآن نیامده، هم به بسیاری از احکام فرعی هم نیامده است. یعنی قرآن اینجوری نبوده که خودشو اینگونه معرفی کنه، من فقط بیانگر مسائل اساسی هستم، من اگر در چیز، یعنی اگه کسی آیه‌ای بیاره که بگه قرآن گفته که من فقط بیانگر مسائل اساسی هستم، من اگر مسئله اساسی، مسئله در قرآن نیامده بود، اون اساسی نیست، اون مهم نیست، این رو اگر کسی تونست اثبات بکنه خب آیاتشو برای ما بیاره، ما تابع میشیم. ولی قرآن خودش همچین ادعایی نکرده. کسی که این ادعا رو میکنه، ادعا رو چسبونده به قرآن. درست. دقت میفرمایید. و اگر چیزی را پیامبر بفرماید از نظر جنبه اطاعت ما و از جنبه اهمیت اون در دین هیچ تفاوتی با بیان قرآن نداره، به دلیل خود قرآن، به دلیل خود قرآن، کلام پیغمبر از نظر میزان اطاعت ما، یعنی اگه پیغمبر بفرماید به اصطلاح در رابطه با نماز، حضرت میفرماید که نماز اساس دینه، همین که نماز شما جز فرعیات میدونید، پیغمبر فرمود نماز جز اساس، ما میگیم بله بله نماز جز پس میشه اساس دین. یا پیغمبر میفرماید که خدا فرمود، چون این روایت، از صوم لی و انا عجزی به،
روزه مال من، خودم هم بهش پاداش میدم. او خدا رو سوزر گفته ما یعنی از بین عبادات اینو اینقدر بالا برده. بس ما میگیم بالاست. پس اگر چیزی در کلام پیغمبر بیاد از نظر یه مسلمان نمیتونه بگه که این به اصطلاح اساسی نیست، چون تو قرآن نیومده، چون تو قرآن نیومده، یا من اطاعتم نسبت به اون مثلا یه ذره ضعیف داره چون تو قرآن نه. نه، ما از جنبه اطاعت به حکم اطیع الله و اطیع الرسول، ما به حکم قرآن میزان اطاعتمون و ارزش گذاریمون روی مطالب در قرآن و حدیث کاملا یکسان و برابر. آقای مهندس خیلی تشکر میکنم، حتی وقت برای جمع کردن مطالبم نداریم. انشالله توی بحث توی برنامه بعدی خلاصه از این برنامه بشارت بدم که برنامه بعدی میخوام آیه بیارم که اسم امیرالمومنین اومده. دست شما درد نکنه. خیلی تشکر میکنم. بزرگوارین که برنامه ما رو تماشا کردین، امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا دیداری دیگر التماس حتما برنامه بعدی ما رو ببینید که همچین بشارتی آقای مهندس باقری خدمتتون دادن که در قرآن اسم امیرالمومنین علیه السلام آمده است. تا دیداری دیگر حتما ما رو دعا کنید، التماس دعا. یا علی مدد خدا.